اجازه دهید با هم به پیام کوتاه جناب آقای مهرداد پهلبد، وزیر پیشین وزارت فرهنگ و هنر ایران گوش کنیم. درود بر شما عزیزان، به خصوص درود به بانوی فرهیخته و کوشا و مهربان جمیله خرازی و همچنین به هنرمند ارجمند همکار و دوست مهربانم خانم ابلین باغچبان. من باید درودی هم به آقای دوورن بفرستم، چون ایشان در مدتی که در ایران بودن واقعا سطح بالای ایران رو بالا بردن و به خصوص روی فولکلور ایران کار کردن. هنوز هم فکر میکنم دل ایشون با ایران باشه. طبیعی است که من دلم میخواد با شما باشم، چون همه با هم پیوند داریم و از یک ریشه هستیم. ولی با توجه به اینکه این نوع برنامه ها رو خانم خرازی هر چند یک بار تکرار میکنن، برای اینکه قدر این برنامه ها رو بهتر بدونید، لازم است شما رو ببرم به 60 خورده سال پیش، وقتی که از من به من پیشنهاد شد که در زمینه هنر کار کنم. در اون زمان هنر به خصوص موسیقی و باله به قدری سطحش پایین افتاده بود که رقاص و مطرب دشنام بود. یه جوانی اومد دفتر من، گفت پدر من مدیر کل وزارت فرهنگ وقته. من گفتم میخوام برم اروپا موسیقی بخونم. گفت من تو رو آق میکنم اگه بری. حالا این فامیلای خوب بودن ها، این طرز فکرشون بود. بنابراین من احساس کردم که وظیفه اول من تغییر فضای فکری جامعه ایرانی است و اگر خدمتی در زمینه هنر موسیقی ملی کرده باشم همینه. و اینم کار آسانی نبود. الان شما در جمعی هستید که برنامه های خیلی خوب براتون تنظیم شده است. این کار آسونی نیست، بسیار مشکله. من دستم تو کار بود واقعا برای ایجاد این برنامه، نه فقط سرمایه، کوشش چندین نفر لازمه و ما باید قدر این بانوی ارجمند خرازی رو بدونیم. من برای ایشان و همکاران ایشان آرزوی تندرستی، شادی و کامیابی بیشتر دارم. همشون میدونم، یعنی آرزوی سعادتشون دارم و اون چی خوبه اینی که هنرمندان میدونن که احترامشون بالا رفت برای خاطر کوششی که همشون کردن و اگر من رو به خاطر دارن فقط برای همینه به نظر من. ضمناً در زمینه پیوندی که صحبتش کردیم، باید اینم اضافه کنم که به خاطر دارید که از بدو قرار گرفتن این رژیم در ایران کوشش شد که جوانان ایران آگاهی پیدا نکنند از تاریخ قبل از اسلام، ولی خود شما شاهد هستید که هر سال تعداد جمعیت جوانان که میرن پای آرامگاه کورش و گل میزن پاش هر سال بیشتره. این چیه؟ جوان ها که از کجا میدونن؟ این تو روحشونه، تو روح ماست. هیچ ملتی رو من ندیدم که به این شدت به تاریخ خودش بستگی داشته باشه. قدر اینو باید دونست. ایران روزهای سرنوشت سازی رو میگذرونه. خدا حافظ ایران باد.